ایتالیا ایتالیا خیال کرده آقا به همین مفتی هست فکر کرده علکی آدم آسفاس میتونه بار کنه موندی اسکناس با او رو با ادا میاد از ایتالیا ندیده کشت مردشم خشنه من فدش بشم قربونه اون عدش بشم وای نگو من دیبو نشم یک نودرس جلف گرش مول سوزمونی در به در حالو کفر و نوندونی قرط و زیادی شکم خوردن و مرم قرد شکستن و نومد بود برم نودرس سرخاب مول برم گم بمی خواب خوام کرماشانی دوسم قصریه خاطر خواهی بیم ولا تصیرم نیه اگر من مردم دیلم ملت بود ناتیدم آلمان ولا پوله دلت بود جلف سوزمانی جلف سوزمانی ناقص قرش مال ولا غیرم نزامونی ناقص قرش مال ولا غیرم نزامونی یه جا همین جا هست من اونو میخوامش اون مثل جیمیاست همین امروز فردا میاد از ایتالیا 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 ناقص قرشمون میاد مهمونی اینو درست شده عزیز جون جونی خوشتی به سوزمونی میگه بریزمونی این مرد جلف و لو میاد از ایتالیا 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 تیره قیب خورده شهیدم اینجا بروبیا زیاد شده حالا دیگه با دومت گردو میشکنی و سر و هوا شده واه خدا مرگم بده اختیار دارین خانم ما پیش هرکی سر ما هوا باشه پیش شما که سرمون زیره خیلی هم زیره بالاخره نفهمیدم قضیه دختر شمسی به کجا کشید عاقبت تونستن گنده شده پوشونن مگه بهت نگفته بودم خبرشو به من بدی قشم شم به جون همه ماریم که تو جنگ عرب و اسرائیل تو فرودگاه تل آویو از عقب تیر خورد دو مرتبه تاردم خدمت تون زنگ زدم یه مرتبه که گفتن دوره هفتگی تشریف بردین یه مرتبه هم گفتن چند نفر خدمتتون هستن نخواستم مزاحم شم گفتم شاید خصوصی باشه بکسی به دهنت اطفاری بترک بگو بینم قضیه دختره چی شد حضور مبارکتون عرض کنم که بالاخره تونستن یه دکتر قلابی تور بزنن و قال قضیه رو بکنن بفرمایید خانم اینشالله که این دفعه خوب دم چشیده باشه فریب خورده اون دفعه که قهوت مزه آب کله پاچه میده بفرمی دستی این برون بر خودش کشیده تازه که آورده بودیش این عکسه بود که تو روزنامه ها میندازن دیرش میندازن فریب خورده بعدتون بشماره ولی خب بشر قابل ترقیه دیگه داشتی قضیه دختره میگفتی؟ بله عرض کردم خدمتتون که بالاخره تونستن یه دکتر قلابی تور کنن و دختره بسپرن دستمون چه جوری؟ با خانم خودتون که ماشاءالله معدن هوشین قاضی خندهاتون بشم که چقدر با هوشین قربون دهنتون فداتون شم داشتی میگفتی بعد خانم بالاخره دختره سپردن دست دکتره و بعدش یکی دو تا خال قضیه رو کندم خب به باباش بگو کلاشو بالاتر بذاره و تیرشو بیشتر سپر کنه گوش کنی ناشناش بفرمین من اسم آدرس این دکتره رو میخوام باید همیشه چند تا از این آدم هایی بدر بخور تو دست و بال با آدم باشه الو خانه دکابت موشی خان میگه همه الو خانه مفقم تشریف دارم فرصت نمی کنم فرو تشریف بیاری بله بله دارم سرمونی می کنم چشم موقعی زیر سرش باید نه چشم سرش گفتی؟ بخون اشکال نداری مردم نیم با فردا میاد بهتر خدمت شما سلام خدمت من؟ به
بذار تا دلشون میخواد برسونم. ببینم اون شیرین کدوم خانم ذکاوته؟ همون شاهین چپ هست دیگه، خانم که بوتیک خونگی داره. چند دفعه هم که واسه راتوریز کردن کارهای گمرکیشون خدمتتون رسیدن. حالا هم اوضاع خانم ماشاءالله خیر رو به راه. خب معلومه تا اوضاع رو به راه نباشه که شاهین چپ خانم ذکاوت نمیشه. هرچی گنجال خارجی و آشغالای هنگ کنگی براش میارن به اسم آخرین مدای پاریس به خلق خدا قادر میکنه. تو خونش اصلا راه به دست رادار نیست. ببینم موشی هنوزم شوهره رو داره؟ بله خانم، هم شوهره رو داره هم جوجه خروسه رو. بله مادر روز هم هست. پسره اصلا جلپلاتش جمع کرده و اومده خونه اونا اتراق کرده. بالاخره ستایی یه جور با هم کنار میان. هر کی بخواد هر جا دعوتشون کنه براشون کارت سه نفری میفرسته. وای خدا مرگم بده. این دفعه که اومد اینجا بهش رو خانم مفخم گفته فتیاره، بعد اینکه کار گمرکی درو برشد چرا زیرا بی رفتی؟ بهش بگو هفته بگو ما رو برداره بیاره بده و الا میگم در اون بوتیک سراشو لجن بگیرم. چهش خانم بهش میگم برداره بیش خانم خانم من برای زمان هم میدم خوش شما خانم توری برم. ایجا میفهمه این خانم برم تو هم برای زمان دیگه کدوم خریه نکنه هم برای خودمون باشه. برای خانم نیشونه این آکله که برگشتی که ما خبر نداریم. الان دو سه روز اومده اونم چه اومدنی. این روز اصلا رو پاش بند نیست. ایجا بفهمه من باید صحبت کنم خدمتون عرض میکنم. سرود سرتش هم بیارم. بگو تو باید فدای تو. الو ابا سلام، گراسیه گراسیه پر فوره. خب بله دیگه بلا گرفته، از این بعد باید با شما اینطوری صحبت کرد. ناز تو برم، تو خوبی؟ خب از طرف چه خبر؟ به جون دختر خاله نجیبم که مامانش سیسمونی و جهازشو با هم داده ها، عکسشو به هر کی نشون دادم انگشت به دهن حیرون مونده. به چوب بزنم خیلی خوش دیپه، این هم مارچلو میمونه. بلا بگیری الهی، من که ندیده الان فداشم. حسودی نکن بابا، به چش خواهری میگم. آره بگو تو بای فدای تو، پس خبر بدی. آها خب باشه، خیالت راحت باشه. باشه باشه چاو. بگو تو وای جیگره تو. گراسیه گراسیه پر فوره. چیه چه خبره؟ تو خیلی دم تکون میدی. صحبت موقتی رسیده، آکله زره کیسه رو شوک کرده. مرکه خانم برو بالا، همین روزا خط ترون رو بله برون داریم. نکه میخوایی ننه تو شوهر بدیم. بالا خانم، ننه من از این عروس خانم هم بچه سالتره هم ترگل برگلتر. کدوم عروس خانم هم بر زمان؟ بله خانم، ارث و میراث شوهر به ایش ساخته، بیاره جوجه خروس کرده. اونم جوجه خروس رسمی نه ها. چی ماشینی؟ نه ایتالیایی. چشممون روشن، زیر دماغمون چه اتفاقایی میفته و ما خبر نداریم. اینطور که من فهمیدم خانم، انور تو سفر اخیرش به ایتالیا یارو به دام انداخت. آب دیگه تو ایتالیا هم ماشین پاها و حوزی زیاده، ولا کسی دایش سرش گم نشده دنبال این پیر کفدار بو بکشه. اتفاقا خانم از اون خیلی حسابیاش هم هست. اینطور که معلومه تو ایتالیا کلی بیلش آب برمیداره و پولش از پارو بالا میره. آخه به چه حسابی پسر ناحسابی؟ این زنی که شست و شیرین داره یه سور بزنه پره. خب دله دیگه خانم، کارش نمیشه کرد. خارجی جماعت هم که ندید بدیده، از عتیقه خوشش میاد، عاشق چیزای قدیمی و به قول خودشون اورجیناله. حالا دیگه انور زمانم اورجینال شده. خبر ندارین خانم، انور زمان دیگه اون انور زمان سابق نیست. حالا دیگه به جای راه رفتن والس اشتراس میرفته. مردک چی ایتالیاییه، حتما از این پیر فاطمه اوراقه که بوی حلواش میاد. اتفاقا یارو هم جوونه هم خوشتیپه هم میلیاردره. خب منم اگه به جای انور زمان بودم رو بوته لاله عباسی میشستم و آواز عباعت ها میخوندم. تو چرا باورت شده گل پسر؟ خارجی جماعت جایی نمیخوابه که زیرش آب بره. یارو یه چند سبایی دوروبر این چرخیده و یه دستی هم به سر گوشش
کشیده و یه وعده سر خرمنی هم بارش کرده. تو چرا باورت میشه؟ وای برایز بنده توجه نفرمودین خانم. طرف رسمن انور نامزد کرده، خیلی هم سن داشته باشه، 40 سالشه. 40 سال؟ برو عقل تو عوض کن، انور قنفذ در کرده. وای خانم من خودم دیدم، یعنی عکسشی دیدم. آخه میدونی این انور یکی از عکسش به من داد، شایدم به خاطر این بود که هی به این و اون نشونش بدم. اجازه بدین اجازه بدین الان میرم میارمش تا ببینین چه جوری از یه جو شانس میشه از قیقی قهقا گل ساخت. بله ببینم. وای بگو تو تو وای این دفعه فردای تو. بفرمین خانم بفرمین. از شانس اقبال بعضی ها رو سیاحت کنین. چه چشایی داره بالا گرفته؟ ببینم خوشی، تو مطمئنی که این عکس نامزدی ایتالیایی انوره؟ وای خودش این عکس به من داد خانم، معلومه. اینها ملاحظه کنین پشتش هم طرف به زبون ایتالیایی کلی فرمایشات عاشقانه واسه گرلفرندش انور جون نوشته. اسمش هم اینها سالواتوره سالواتوری. نه ایوا چرا نه؟ اون مزبونو خاموشش کن ببینم. غیر ممکنه. با چه حرفا میزنین خانم؟ بخت و اقبال هر غیر ممکنی رو ممکن میکنه. این اصلا به بخت و اقبال ارتباط نداره بچه. غیر ممکنه، باورم نمیشه. غیر ممکنه، باورم نمیشه. غیر ممکن است، غیر ممکن است، باورم نمیشه. خدا به سر شاهد است باورم نمیشه که شخص شما خانم هویده بلبل عزیز نغمه‌سرا رو قطب جان رو زیر پا بگذاری به مجلس عقد و عروسی یک جلف دیگری بروی. ده گوش کن هویده جان، ده گوش کن، ده گوش کن قربانان ترانه شیرین و چچه دلنشینت برود قطبه. این مجلس عروسی مول یکی از دوستان شدیدن نزدیک مول یکی از دوستان شدیدن نزدیک شخص بنده است. نگاه کن خدا به سر شاهد است اگر با اعضای محترم ارکستر تشریف نیاوری، با چرچه دلنشین خود شور و قوقو به مجلس نیفکنی، دیگر نه شخص بنده نه شما. این چیز است، این چیز است، این چیز است. ده بگو دیگر. خوک خوک دوستی شخص بنده و شما بنکل پاک. بفرمو بفرمو دیگر. قبول نمی کنه. قبول نمی کند. می گوید دوم عید است بر رکشان داری نمی کنم بیایم. من نامی کنم من بی عروس بی داماد من گوزه پیش رو شای من داشت استدعا می کنم. شما یه بار دیگه یه تفت حالا بازم میگوید اصرار کن. آخه پدر من جون من شخص منده که شخصیت و مقام خود را سر را پیدا نکردم که من از هر کسی خواهش بکنم. لا اله الا الله به درک به اسفل و سفلین به جهنم در را بازم اصرار میکنم. گور پدر و مقام و شخصیت شخص منده از دست شما. گوش کن هایده جان، هدی جان، هدی ده گوش کن هدی. بیا به خاطر دوستی و رفاقت سابق روی قطب جان را زمین ننداز. چه؟ میدانم بابا، میدانم شما کوچیک شخص ما هستی، خواهش دارم. چه؟ چه گفتی؟ نمک پرورده ای؟ خواهش دارم بابا، ما که کاری نکردیم، وظیفه دوستی و رفاقت بود است. حالا بیو به خاطر حقی که به گردنم داریم روی ما رو زمین ننداز. ده گوش کن هایده، ده گوش کن. خدا به سر شهادش زیاد معطل نمیشوی. ای بابا، یک دهن خراباتی و دو عدد مستی که اون هم دردی را دوا نمی کند که این حرفا رو ندارد. بالاخره هرچه باشد ما دست شما رو گرفتیم و این نون رو توی دامون شما گذاشتیم. گوش کن هایده جان، ده گوش کن قربانت بروم. ده هویده هویده خدا ده گوش کن دیگر. چه؟ باشد باشد نیو باشد نیو
ای به خشکی شانس، ای ساتور قلمت کند دست بینمک، ای تیغ دسمسمور زبانت را ببرد قاطبه. باشد باشد، نه یا بالاخره گذر پوست به دبا خانه میافتد. بالاخره گذر بود. برو خانم، من خودم اینجا 1001 رقم هنرمند کوتاه بلند و ریزه درشت و ریش داره بی ریش دارم. منتهای مراتب گفتم تو بیوزنی، این دوم ایدی دلم سوخت، گفتم سورسات افسین شما رو جور کنم، وگرنه شخص بنده اینجا روز و روزگار ندارم از دست هنرمندانی که مرتب زر تلفن میکنن. برو خانم، برو، هر کسی چند روز نوبت اوست. یک روز با گریه و زاری و التماس به سراغ قاطبه میایی که این قاطبه دیگر اون قاطبه نیست. برو بالا، برو. خوب شد مرد شور قیافون عروس دامادت را ببرن. خوب شد ما را بی حرمت کردی، تخته ما را شکستی. خوب شد مرد شور اون کراواتت را ببرن که شخص بنده از او کت بیجامه دارم. ده خوب شد نادرست خوارا، پاشو برو بنشین اونجا تا شخص بنده یک فکر بکری برات بکنم. بگذار کار دیگران را بندازم. خب تقصیر خودت است جانم، تقصیر خودت است دیگر. از بین کلیه هنرمندان درست انگوش گذاشتی روی هویده. برو جانم، برو بنشین دیگر. نادرس ها مونس، نفر بعد رو بفرست. مونس نامونس. خدا ای خدا سکرتور ما را تماشا کن. مونس. چیه؟ جونی شما نخیر؟ جون 70 کسه نادرس قرباقه خوشگه چرتو. دارم میگویم نفر بعدی رو بفرست. ببخشین آقا، معذرت میخوام. شماره 6. بندم. بیا اینجا آقا. زودتر آقا. برو بغل دست. سلام. نام؟ تقی. شهرت؟ ورزیده. شغل؟ حسابدار. علت مراجعه به کمپانی؟ خرید اتومبیل. چه نوع اتومبیلی؟ عصرم حضورتون که بنده رو حبیب آقای خیاط خدمتتون فرستادیم. حبیب کار خودمون، حبیب جل. بله. شب جمعه با هم زرفن ننکوری بودیم با حبیب. خب میفرمودید. بله، عشقا که بنده یه 7-8 تومنی پول جور کردم. مونس چای بیار. قربان، چایی درست کردم، دم نکشیده. دم بکشه میارم خدمتتون. خب میفرمودین 7-8 تومن پول جور کردیم. برای چه منظوری؟ حبیب آقا گفتن که به شما مراجعه بکنم که این کار از شما ساخته است، بقیهش هم قسطی بدم. پیشونی نویست رو بگذار ببینم. نادرست، شانست خیلی بلند است. هم شانست بلند است، هم پولت حالا. چطور آقا؟ برای اینکه به بنگاه دیگری مراجعه نکردی، وگرنه الان سر مبارکت را تیغ تراش کرده بودن. هرچند قابل تیغ تراش هم نیست، ولی به هر حال تیغ تراش کرده بودن. به جای اتومبیل الان سوار یک فقر اولاغ بودی، داشتی دور شرمی چرخیدی. اینهو اسب عصاری داشتی دور شرمی چرخیدی برای خودت. حالا آقا ببینم این ماشینی که من میخوام تو دست بال شما هست یا نیست؟ اتفاقا دست بر قضا از قدرت نمایی خداوند، یک فقره ماشین دارم که اصلا به قد و قواره شما ساخته شده است. انگاری برای خودت پروش کردی. اکازیون درجه 2؟ اصلا شاید هم اکازیون درجه 1. ماشین نگو آقا، عروسک بگو. اینهو عروسک با آدم صحبت میکند، اونم چه آلمانی. آقا فلکسه، به آلمانی میگوید
به شما میگویدو اشرب دیش یعنی دوست دارم نادرست مچ بفرست مدلش چی آقا؟ شما اومدی ماشین بخری آقا یا مدل بخری؟ اومدم ماشین بخرم. بس دیگر خواهش میکنم حرف زیادی و صحبت زیادی نکنم. میخوام ماشینی بهت بدم یادگاری، ماشینی بهت بدم که انگاری همین الان با این دستای عزیز خودت اون رو از روی زرورق در آوردی بیرون. یادگاری آقا، یادگاری، یادگاری که هر وقت سوارش شدی کیف خود کردی، دختر خود بلند کردی، قربان دست و پنجه قطب جان برم. صبح زود به صبح زود ساعت 8:30 صبح دوروبر 8:30 از سر پیچ به پیچی بیای تو بونگو، بیای اینجا بنشینی ملچ ملچ کتف قطب جان رو ماش کنی. حالا بابت بیانه ماش کن بینی، ماش کن بینی، ماش کن. خوشه بابا خدمت میخوام بهت بکنم. بفرمایید ببینم که دو دره یا چهار دره؟ بی تربیت، اصلا تو آمدی در بخری یا ماشین بخری؟ بی تربیت، تو به درش چه کار داری؟ اصلا کار توشه؟ هیچ پرسیدی چه رنگ است؟ نه پرسیدی چه رنگ است؟ چه رنگی آقا؟ چه رنگی؟ دخترکش، سرخوبی دخترکش، اونم سرخوبی یشمی متولیک خلخل پشمی. آره. وضع موتورش چیه؟ موتورش سالمه؟ پاشو آقا، پاشو، ما ماشین بفروشیستیم. برو آقا، ما ماشین بفروشیستیم، وقت ما رو زایی نکن. بفرمایید آقا. من چی گفتم؟ بفرمایید. آقا رو گوش کن. وضع موتورش چطور است؟ وضع موتورش چطور است؟ به موتورش چه کار داری؟ ماشین باید خود به خود مرتب باشد که هست. مرتب هست. بله. خیلی خوب آقا، قبوله. قیمتش چنده؟ قیمت؟ بله قیمت ندارد، مفت. به جان عزیزت مفت. قیمت آب خوردن، آب خوردن. آخه مثلا چند قیمته آقا؟ مگر شخص بنده دارم زبان خارجوی صحبت میکنم، دارم به لهجه شیرین خودم میگم مفت آقا، مفت. حراج، حراج، حراج واقعی ها، نه از این حراجوی دوم اکت. گوش کن، یارو صاحب اتومبیل یک عدد قطعه درشت زغال‌میخ و اینجاش درآورده، برای مخارج بیمارستان و خرج جراحی دارد با دست خودش آتش میزند، به مال خودش فلوکسش رو مفت میفروشد. البته البته شخص بندم با ایشون یک سابقه خصومت و دشمنی دیرینه‌ای دارم. ولی آقای قطبه، من باید بفهمم که این قیمتش چنده؟ پولم میرسه یا نمیرسه؟ میخوام اصلا نفهمی؟ میخوام اصلا شما نفهم از دنیا بروی؟ بله آخه نادرسته تمام عالم. شخص بنده میخوام بدانم شما در کار اتومبیل دوره تخصص هستی یا شخص بنده؟ شما دوره اون رو در آلمان در شهر زیبای مونیخ که خودشون میگوین مونشن دیدی یا شخص بنده؟ ها؟ شما دیدی یا شخص بنده؟ شما. خب بس دیگر چرا صحبت میکنی؟ چرا صحبت میکنی؟ خیلی خوب، ناراحت چرا میشی؟ خب ناراحت میشم آقا. نه ناراحت نشید، هرچی شما بگید من قبول میکنم. نمیفروشی؟ آقا نمیفروشیم آقا، خواهش میکنم. ببین اگر رفیق حبیب آقای خیاط جلف نبودی حالا میفهمیدی، حالا حساب دستت میامد که اینجا، که اینجا یک من مز چند من کرم میدهد. ولی خب چکار کنی، ما همیشه گول رفاقت خوردی. به جهنم در رب اسفل و سافرین قبول. 3,000 تومن بابت قولنامه بفرست بیاد. بله 3,000 تومن بابت قولنامه. کدوم قولنامه؟ شما قولنامه ننوشتی؟ توف توف آها فرمودم توف به این روزگار کجمدار لاکردار که حرف مرد، اون هم مردی مثل قطب جان، به اندازه یک کف دست کاغذ هم اعتبار ندارد. آقا بفرما آقا، ماشین نمی خواهش میگم آقا، دیگه آقا خواهش مولند که ناراحت نشید. آقا رد کن بیا چش ناراحت نشید. اون رد کن. چش آقا چش قربان شو. خیلی خوب، 3,000 تومان خیلی خوب، بفرما اینم کلاتون.
ماشین مال شماست. مال بنده. خاطر جمع خاطر جمع باشیم. در نچ بازی. به سلامت. خیال کن الان سوار ماشین رو داریم میری. برو. برو خاطر جمع باش. چش. برو خاطر جمع باش. به سلامت. چش. خوش آمدین. خوش آمدین. السلام علیکم حسن آقا. حالت چطوره؟ خوبی؟ بفرمو چایی؟ حسن آقا. وضعیت جنس چطوره؟ و ما که با هر کی صحبت میکنیم میگه هیچ. ده مرده هم همه هم پرسید گوه هوشی تو مطمئنی که این عکس خود نامزد انوره؟ ببینم آقاشون ترخ شد. نه جونه تو خانم فقط اینقدر خانمه که حد نداره. اتفاقا میگفت دلم شوره این دختره رو میزنه. تو رو میگفت گفت خدا کنه زودتر سرسامون بگیر و از تنهایی در بیار. خب هرچی باشه خانم با شخصیتی است و نسب داره، مثل بعضی نیستن که جلو روی آدم هزار یک جور مجیز میگن پشت سر آدم میخوان سایشو با تیر بزنن. خب ببینم به شکو و مریم هم گفتی؟ آره جون تو به مریمه که تلفن زدم، شکو هم دیروز اومد اینجا. مریمه که اصلا میگفت دروغه هوه حتمی هم برای دماغ خواب نما شده داشت میترکید. شکو چی؟ آها شکوه به جون تو روی همین صندلی ها داشت از حسودی دق میکرد. همچین کبود شده بود که گفتم الان از پس بیفت و کار دستمون بده. وقتی عکس رو دید چی گفت؟ همچین که چشاش به عکس افتاد چشاش مثل چشای قورباغه قلاب پیزد بیرون. از حسودی داشت خون خونشو میخورد. بعد همچین که خودشو تونست جمع و جور کنه یه بادی به قبقب انداخت و پشتشی نازک کرد و گفت همچین مالی هم نیست، از لاغری این نیقلون میمونه، تموم کنم گرتی مرتی باشه. خوش قلطی معملی خودمون یه ناخونش میازه به هزار تا از این آشغال خارجی ها. معملی بلا گرفته کوه. خوشی میدونی معملی کیه؟ داداششه. بابا بلا بگیم خجالت نمیشه به یه مرد 60 ساله میگه معملی. یه روز قریفهش درست کرده بود، یک کاره بلند شده بود اومده بود خونه ما که انور جون من خیر و صلاح تو رو میخوام. با حیفه خوب نیست تو این شهر به این بزرگی تو تنها زندگی بکنی. کاسه داغ دارد. آره بیا زن معملی بشو بسیر دست بالت بگیری. میدونی بهش چی گفتم؟ گفتم خانم محترم من اگر بمیرم من وصیت میکنم افرادی امثال معملی شما حتی زیر جنازه منم نرن. کار خودی کرد. البته این جمله رو نگفتم ولی خب از اونی که گفتم منظور من رو فهمید. دفت و اقبالو بکن مردی که بعد از 4 زن در طلاق دادن حالا میخواد ما رو حروم بکنه. نوشونش نباشه کوفته شلاهی. خب بگو ببینم بالا گرفته عروسی کی هست؟ اوه حالا بذار اول داماد بیاد من بعد قرارشو میذاریم. به محضی که اومد کارو تموم کنی ها، نداری این دست اون دست کنی هزار تا چیز توش در بیاد. میفهمی که چی میگم؟ مردم حسودن چش ندارم خواهر یه دفعه دیدی رأی بابا رو زدن ها. گوشی دستانه تهیه لباس عروسی دیدی؟ بابا دیگه لباس میخواد چیکار کنه؟ با باز چی؟ خوشگل نیستی و چش ابروی قشنگ نداری که داری. دوماد خوشگل خارجی نمیخواد زیر بغلت رو بگیره که میگیره. به جون تو شب عروسی عین یه تیک ما دراتت کنم که داره بریا از حسودی ورم کنن و دقمرکن. لباس عروسی رو بده همین خانم زکاوت خودمون واسه درست کنه. میده واسه میارم. حالا ببینم چی میشه. من اول باید برم پیش خانم مفخم یه صلاح و مصلحتی از ایشون بکنم تا بحث. آره حتما این کار بکنی ها، چون کارا رو که به خانم مفخم واگذار کنی اون ترتیب همه چی رو میده دیگه، هیچ کس هم جرأت گربه رقصونی پیدا نمیکنه. نمیدونی چیه هوشی؟ ای به کار اینجاست که من حتی یک کلمه زبون ایتالیایی نمیدونم. با دیگه حوصله معلم گرفتن و پای تخت سیاه نشستن هم ندارم. یک و دو کدومه؟ تلویزیون چیه؟ بعد از 50 سال زرنگی هنوز خرفتی؟ پاشو بیا تا خر فهمت کنم. پاشو بیا. برد کنار، برد کنار، برد کنار.
برادر دخالت نکن. باز چشت به یه زن افتاده است؟ کجا را میپای من؟ اصلا داخل این کوچه یک زن قابل ملاحظه رفت آمد میکنه که چسبنده چشمم به اون باشد. از حواست کجاست؟ این ور اون ور نگاه میکنی؟ چسبنده دارم نگاه میکنم، میگویم نکند این طلبکارهای نادرست قرشمول این دوروبرها یک جای بزخو کرده باشن قیپ مچ شخص دست بنده رو بگیرن. اون وقت شما اگر شخص بنده دستگیر بشه، من این دم عید خدای نخواسته خدای نخواسته زبانم لور، اون وقت شما باید باد بخورید و کف برید بیرون. کلک خدا چرا اینقدر دیر اومدی؟ بیا بیا این چی چیه؟ بسته چی چیه؟ محتویات محترمی دارم. ببر تو ببر تو وقت چیم که محکم کنیش کردی؟ ببر تو کار زباشن ببر تو کار سکان ببینم آه. آه چرا اینقدر داغه؟ کیو ترکت سوار کرده بودی؟ خدا به سر شده است داغی از خود شخص بنده است. بفهم گفتی و داغ دلمو تازه کردی. مستد صد دفعه این به چاب من نق زدن که این بابای من چرا یه دفعه ما رو سوار ترکش نکردست ببری سر پل تجریش بلال بخوریم و تو سری همسر یه پوزی بده. میبرم میبرم شما بگذار شخص من یک تاکسی بار سقل بخرم شما رو سوار تاکسی بار سقل میکنم. برو چه؟ چه؟ برم تو به تو رو کی زود بیا پدر سخته اومدی ها هزار کردم جد بیا تو برم تو ای خدای خدای این نادرس پلاکم اون چه تلفکر است یک ریز ردیف میکنه راهنمایی به طرف شخص بنده نادرس جار شاید است. خدا به سر شاید است آق والدینتون میکنم، از ارث محرومتون میکنم، تمام اموال دارایی خود رو میبخشم به مؤسسات خیریه و اوقاف برود پیکارش. حرفه بگیر خره اگه داشت خودش میچرید سرکار لازم نکردست چیزی رو به جایی ببخشت. آکل گرفته نادرست. ای کاش اون زمانی که شخص بنده برای مزاوجت با شما بله رو داشتم میگفتم یک تیغ سوسمار پیدا میشد این زبان شخص بنده رو پردن. الهی زن چرا اینقدر قرشی؟ آخه خداوند عالم به زمین سر تو را بکوبد. شخص بنده در این محل آبرو حیثیت دارم، ناسلامتی یک زمانی برای خودم نماینده ثابت و دائمی و غیرقابل تعویض قطبه عالی محترم بودم، همین حالاشم کلیه امور داخلی و خارجی و هنری و شادمانی این مملکت روی شاخ سبیل شخص بنده دارد بیچرخه. بسوخته نادرس زبونه چرب و نرمت من یکی رو نمیتونه رنگ کنه شیطونه. ای بابا بابا سر چه مرده ها جلوت رژه بابا سر سر مذاکره
بابا اسرائیل با کشورهای عربی وارد مذاکره صلح و آشتی شد، شما چرا دست بر نمیدارید؟ آقا خیال کنید اصلا شخص بنده موشه کار دایان هستم. بفرستید این انور پسر سادات و خودتون رو بیاید با شخص بنده وارد مذاکره صلح و آشتی بشود. این نوروز باستانی یادگار اجداد شریف رو قزلقرت و زهرمار ما نکن. خیر مذاکره صلح و آشتی عرباشی کمه تو کار نیست. هزار دفعه بهت گفتم این دم عیدی به فکری ما باش، ما چطور میتونیم دم عیدی جلوی در همسایه ها لخت و پتی افتابه بشیم؟ دوتا تیکه رخ برایم به چای طول سگت بسون. آسته باشین آج ستولا خانم، این بچه رو اینقدر بی تربیت نکن، اینقدر پر رو نکن این بچه رو. بچه برای ایچه احتیاج و رخت و لباس دارد. لخت و پتی رو بگیم نخه کافیست فقط یک عدد پاپیون داشته باشد. پاپیون برای هر چیزی مقدم از خانم. یعنی چه پاپیون؟ بله پاپیون برای به چهار رخت و لباس و کفش نمیشد که میشود به جان عزیزت میشود. شما خبر نداری خانم، در این دور زمانه شما هیچ چیز از مال و منال دنیا نداشته باش، فقط کافیست یک عدد پاپیون داشته باشید. مردم عقلشون به چشمشون از خانم. پاپیون بر همه چیزی مقدم از پاپیون، اصلا از نان شب هم واجبتر از خانم. اجازه جانم، من شخص بنده پاپیون نمیزینم. بچه ها در نظر شخص بنده را مسخره میکنن. بیا مسخره بکنن بچه ها. کارا میکنن مسخره بکنن؟ بروان پدر و جد و آبادشون را مسخره کنن. اون نودرس های قرش حسودی میکنن که چرا نه خودشون نه پدرشون پاپیون ندارن. نودرس ها میگویند به شخص بنده میگویند پاپیون جرف است. جرف هست تو کس کنه نودرس چیکار داری؟ جرف پاپیون سر خودتو بجارم. اگر یک دفعه اون پاپیون رو اینقدر از خودت دور بکنی یا همچی با بکس میزنم یا مراجت که تخماق بیا بیرون. خب پاپیونی که از خودشون دور نکردن لامستم. پاپیون سر دخور. دو ماهی آزگاریست میگم یه دو کیلو شیرنی و میوه بسون بیار توی خراب شده که اگه یکی اومد دیدنمون یه کوفتی داشته باشیم جلوشون بذاریم. کوفت خورد نمیخواد. اونم شخص بنده هر شب زمانی که رادیو محترم یک از دو هسته از چند است دارد داستانهای دلانگیز شب را قرائت میکند. کلی رادیو چند است داستانهای دلانگیز شب؟ رادیو دو دارد داستانهای دلانگیز شب را قرائت میکند. شخص بنده منزل است منطقه مراتب. شما زودتر از شخص بنده خوابیدید. شخص بنده زود آمدم اما سرکار زودتر خوابیدید. یعنی شما صبر نکردید که شخص بنده زود بیام شما را ببینم. شما خودت نکن. حالا اون از حقوقه که کوف میکنی. هرچی هم که از اون بانگای لعنتی در میاری با هزار بامبول خرجی یه مش مفخور میکنی که دوره برید و بگیرن هی بگن آقای قاطبه چنینست، آقای قاطبه چنانست. آکره به اون آگیمت بگیرد با اون جسته تو سیگاره تو انگشتر و ساعت و خانه. شما داخل اشتمان نبودی. شما مدت مدیدی نمایده صحبه تو دائمی و غیرقابل تعویض دارنده حق رای قطبه عالی محترم تشریف نداشتی. نمیفهمی در این اجتماع باید خورد و خورانید و در نه کلای آدم پس محرکت هست. سوخته باید نجسی خو؟ نجسی نه خانم، نجسی نه. برو دهنت رو آب بکش. نجسی نه. چی میخوای؟ عرق، مست خیار، بورانی، کله پاچه، شیدون. وای خانم دارم این پشت خفه میشوم. بابا ببین چقدر عرق کردم. بگذار بیام بیرون تا روشن نکنم. خواستی جان بذار بیام بیرون. بذار بیام بیرون رو اون قالی، رو گل قالی یادت هست، رو گل قالی روشنت کنم. سوخت خر خودی هفته برام سختی دیگه گوله دو نمیخوره. خوش داره پدر سوخته نمیذارم از این پشت جون بخوری. مگه اینکه خرج و مخارج عیدت همین بکنی؟ خرج و مخارج عیدو میکشم. خرج و مخارج عیدو خانم مگه خرج و مخارج عیدو میخوایی؟ بازرم ببینم مگر غیر از چادر گودری و پیرانه زری چیز دیگری میخوایی؟ نه والا نه نه بچه هم چیز میخوام. بچه هم قرارت میکنم چیزی بخوام. نه قرارت میکنم چیزی بخوام. بگیم نه شخص رو میخوام. ساکت. مگر پوتین و کفش لباس و موز و پرتقال و نارنگی و گلابی بیشتر میخوایی؟ خیلی نمالا کامیه حاضر به روی دیدگان حاضر است. کو داخل اون میتونم بیشونم؟ پدر سوخت این بابای کلکی تو که نیشناسی؟ دروخ میگه کلک میزنه. پاتی
شد؟ این آیی که گفته این توست؟ دخل دیگر سخته حق باز جون عزیز دخلت خدا برسن جوانا این که غیر از یه مش بلیتی لاتاری آ چند تا از این قوتی هایه پتوشوی پیف چیز دیگه اینی میبینیم لابد ما چشمون بابا قوری از کوری نمیتونیم ببینیم نه خانم شما چشمتان بابا قوری نیست ولی آینده نگری سرت نمیشود آینده نگری نداری وگرنه الان اگر شعور آینده نگری داشتی میفهمیدی که انقریب جایزه یکی از همین پوترا یا یکی از همین بلیتا شطرق به وسط پیشونی شخص بنده اصابت میکنن اون وقت بیا و درستش کن پیرهن برای شما دوجین جوراب و پاپیون برای بچه ها کارتون موز و پرتقال یابو نارنگی اولاق اولاق خاک برزنت کنم پدر سوخته تو کی میخوای آدم بشی؟ اصلا شخص بنده نمیخوام آدم بشم به تو چه مربوطه هست؟ بچه آدم نشو جایزه با این چیزا که سال هاست بر افتاده کجای کاری مرد فکری نون بکن که خربوزه آبست اون اولاش بود که میخواستن این آشغالا رو به زور جایزه بخورده مردم بدن حالا که مردم عادت کردن اون هم خیالشون راحت شده دیگه جایزه ای تو کار نیست به جان عزیزت آینده نگری نداری بر افتادن جایزه جز شایعات یا شای آت هست یا مای آت مای حرف ها سرمون این شد چه پدر سوخته اینه که میباس بدم به سب خونه تازه دوم ما دیگه تلف کاره است پس تکلیف رخت و لباس چی میشه؟ رخت من چی میشه؟ بایی رخت تو نصیب کارگرهای شریف و زحمتکش بهش بیزن رو بشن بابا بیا بیا مصب بیا دیگه زبان نفهم خدای خدا چجوری بیا پول بی زبون رو در بیار از چند آدم های زبان دار بده دست این زبان نفهم دست شما درد نکنید این رو گذاشته بودم برای چند فقره از این پودر لباسویی که قرار است ماه آینده به بازار بیاید و قولی نادرست پاشو ببینم فرمایش شنیدم داخل مدرسه دست توی اون کله خرد نمیورد کدام نادرسی حرف رو زده است؟ شکر خورده اصلا امروز فرمودن به شخص بنده برای بابا مدرسه عیدانه ببریم عیدانه برای بابا مدرسه؟ خود بابا فرمودن گوش کن خودی بعد از اون که رفتی مدرسه به بابا محترم مدرسه میگویی پدر این جنب جناب قطب نماینده اسبق قطب عالی محترم فرمودن جناب آقای بابا مدرسه شما دیگر چتان است شما که کرم خدا بعد از اون و بعد از اون ساعت 3:04 از طریق روزنامه جد هر روزه ساعت به ساعت یک فقره رتبه و مواجب و پاداش و اضافه حقوق جدید دریافت میکنید شما دیگر چرا؟ شما که پرسور با 700% به درآمدتان اضافه شد شما که امسال در این سال جدید و تأسیس قرار است با طرح کرونا کلی به درآمدتان اضافه بشود شما دیگر چتان است؟ اصلا یک چیز دیگر به بابای مدرسه میگویی آقای قطبه گفته است بابت این حقوق و مزایای کلانی که دارید میگیرید یک عیدانه قرصی برای من بفرستید یعنی برای پدر شما گوش کردی؟ بعد از اون بدون عیدانه بابای مدرسه برگردی خدا به سر شاید است چنون میزنم میان ملاجه که پوکت در بیاد بیرون نادرسته تمام آرام قدسی کجاست پس قمر این قدسی ممان کو چه داد میکنی؟ کو نهار شخص بنده چبل ولی دارد نادرست این خود اون لحجه گرفته است ناقص هرکسی نونی دیلم نادرست های تمام عالم پس کن نهار نادرست شخص بنده دارم از ریگ داخل این خانه پول خرج میکنم ناسلامتی هستم تو خروب بدو حقوق و جیره و موجب و پاداش و مزایا را بیاد بریز به حلق این نادرست های تمام عالم هنوز بنی نعمت خود رو به جان نمیآورم هرکسی جونم این
ظهار نادرس آقا کو از سایه حاضر میشد عزیز دلم مالیه مالی بخی بیم چه سر کوچه داره نه تازه برای بابا فرست سوزن نون بخی بدی آم جرگوش بخواستم که حاضر باشد آقا بخی بخی قاده بوده این بچه ها برین اون اتاق چرا این بچه رو برو کنی این قمر رو این چه لحجهش بینشان دادی خب عصبانی نشو عزیزم همون لحجه که تو به قولی و قادر یاد داده ای بسیرس بیا قدنه دارم بگی بشین بگی بشین عرقت بچه دلت حال بیاد آجی چی که تو هرس و جوش بشی جون من جونه قدنت دارم الهی بسه یه عرق آده پاک بکنم عزیزم اینقدر هرس و جوش نخورم یه از سن آرت حاضر میشد این صفره دست میندازم نونم میسوند میاره غذا آدم رو چراغست میارم روشه جونت بکنی نادرس قرشمال اینه و تلفن عمومی میموند تا ریال داخلش نندازی با انسان مکالمه نمی کند اختیار داری قاطی جون من که تلفنی خصوصی شما کافی است که شما نمر ما بگیرین تا فاری بشه دو بگوهم خدوه خدوه خداوند عالمیانو خداوند عالمیانو التفاتن از اون بالا مره های گوشه چشمی به این سفره فقیرانه و بشقاب خالی قطبه عالی محترم خودت بنداز خب بنداز ایزد پاکانو ایزد پاکانو ما که انقدر با سیلی به میان صورت خود کوبیدیم انقریب به صورت لبو تنوری در میاییم فردا پس فردا قطبه رو جایی نبینی بگوی قطبه جان چرا اینقدر بد شکل و بد ترکیب شده یا خداوند بخشنده مهربانو ما که دستمون کوتاه و خرما بر نخیل است خودت یک جواب دندون شکنی به این صاحب خونه نادرس تمام عالم مرحمت بفرما خداوند بخشنده مهربانو خداوند بخشنده مهربانو ما که از صبح تا غروب همه رقم قرزه و لیاقت و جربه زب خرج میدهیم بازم دستمون کوتاه است بازم چک برگشتی و سفته و خسبی از سر کولمون بالا میرود یزدان پاکانو خودت چاره چاره سازون تمام عالمی خودت یک بکس جانانه به میان ملاج این طلبکارهای نادرس تمام عالم بکو بارلو بارلو گناه اون تگیلاس نجسی رو که ما سر شب یواشکی با لوبیا میل میکنیم خودت اون بالا مالا ها یک جوری رفع رجوع مصماری بفرمو خود سرکار اطلاع داری که شهست بنده چاکر شما هستم کوچیکم خانزادم نوکرم اصلا شهست بنده گربه شما هستم میگی نه میو 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 خداوند عالمیانو برای گفتار شخص بنده شاهد از قیب نازل فرمودی اگه قربان شما برود قاطبه یزدان پاکانو خداوند عالمیانو بیا و نمایندگی قطبه عالی محترم رو مجددن به شخص بنده برگردون این همه مقام و شکوه و رتبه و درجه و ساعت و سیگار رو از ما نگیر ای خداوند مهربانو بارلوهو بارلوهو التفوتن در راه خدا یک چهار عدد قطعه درشت سرطانی به اندازه پرتقال به این همبستر شخص بنده قدسی خونه مرحمت بفرمایید الان نهارت حاضر میشه یزدان و پاکان و جلال و شکوه را روز به روز زیاد کن خداوند را ساعت به ساعت زیبایی و سکس او را دو برابر کن با منی
داشتم در زیبایی شما دعا میکردم. خوشترم پرمو خوشترم 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 ببخشید خانم، آقای 93 تشریف بردن. شما تشریف دارین یا تشریف ندارین؟ اگه تشریف ندارین بگم آقای 93 تشریف ببرن، هر موقع شما تشریف دارین تشریف بیارن. تشریف ببرید بهشون بگید تشریف بیارن تو. خودتم اون در صاحب مرده رو ببند که کسی سرخر نشه. چشم کنم. سلام عرض میکنم. تعظیم عرض کردم. آه، مزلت بخواه بگی بشی، شاخشن شاد حسد در حضورتون. احزاب فرموده بودی که امر بخصوصی بود. تو یک عمره که به اصطلاح خودت زرنگ، یک عمره که به هر دری زدی و هر بامبولی سوار کردی. یه وقت سر از سفارت روس در آوردی، یه وقتم تو کنسولگری انگلیس برو بیایی داشتی. حتی این اواخر شنیده میشد که ای با کله گنده های مافیام زد و بند و سر و سری داری. خب بعد از این همه جون کندن ها چه نتیجه ای گرفتی؟ این همه این بر اون بر دویدی دنبت. خودم یکی صد دفعه بهت نگفتم که 93 خارجی جماعت تا وقتی که باهات کار داره جلو دو نمیپاشه، وقتی که اموراتش گذشت مثل کفتر پرد قیچی میکنه. بله بله فرمود. نگفتم گوشتو نکشیدن که 93 خارجی جماعت حواسش پی کار خودشه، وقتی که بارشو بست و خرش از پل گذشت مثل توفاله تو رو توف میکنه. بله صحیح میفرمایید، ولی خب چه میشه کرد؟ ما یک عمر جوانی و زندگیمونو در راه خدمت به مردم هدر دادیم، کار همه رو را انداختیم جز کار خودمونو. به قول شاعر میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. خفه اگه اون شیخ علیه رحمه میدونست که در آینده شعرش تو دهن کیا میفته، جا به جا طبع شعرشو میخوشگند و کتاباشو میسوزند. بالاخره بنده متوجه نشدم هنوز علت این که سرکار خانم این همه من رو مورد لطف و مرحمت قرار دادید مقصود چیه؟ مقصودم اینه که تو زرنگی، با شعوری، قلطاق. متشکرم. به موقعشم رند و غلط اندازی، به اندازه کافیم رندی و مبادی آبدابی، ولی اونجوری که باید و شاید از این همه استعداد و لیاقت استفاده نکردی. خیلی کلاه کلاه کردی، کلاه از سر خیلی ها گذاشتی، ولی همیشه سر خودت بی کلاه بود. عرض کردم حضورتون، علتش این بوده من هر کاری خواستم شروع کنم همیشه به جنبه معنوی اون کار نظر داشتم، اکثرا به فکر منافعش برای مردم بودم. مردم اگه آدم های دلسوزی مثل من و شما نداشتن خیالشون خیلی راحت تر بود. نظر مرمتونه. ببینم هیچ وقت دلت خواسته که همش یک دفعه یک بغل کار گنده و حسابی دست بزنی و برای همیشه خیالات خودتو از بابت آینده تخت تخت بکنی؟ عجب فرمایش این فرمایید. کدوم آدم احمقی که در بدر به دنبال یک لیوان آب زلال گوارای خنک برای رفع تشنگیش نگردی؟ یا کدوم آدم دیوانه است که دلش نخواد یک عمر راحت لم بده و ویسکیشو غرغره کنه؟ بسیار خوب. اون آب گوارا برای نوشیدن و این ویسکی اسکاچ واسه غرغره کردن کنار لبت، فقط باید ورتش بکشی بالا. با اطلاعی که من از هوش و ذکاوت سرکار خانم دارم، یقین دارم که این مرتبه یک آس برنده تو دستت. بله آسه، باختم نداره. بشین اینجا.
خانم انور زمان رو که میشناسی؟ کدوم انور زمان خانم؟ زن مرحوم اعتبار کلام رو میگن خنگ خدا. ها بله بله بله، البته اسمش رو شنیدم ولی از نزدیک خدمت چون ارادت نداشتم. فکر میکنی چقدر دارایی داشته باشه؟ خب ایشون تنها وارث مرحوم اعتباره و اعتبارم اگر زنده بود خود شما میدونید که تا الان بدون شک دو دنگ از آسمون خدا رو قبالی کرده بود. پس همه یه مال و منال و اون مرده که یه اجاق بود یک جا رسیده به این زنی که پیشونی شد بید. نوشو جوش وقتی هم که این خانم بمیره تمام این مال و دولت و ثروت یک جا میره تو جیب دولت. نه عزیز جون. فرمودید نه؟ بله، برای اینکه قبل از دولت یه بند خدایی تو اون سر دنیا قاب خانم رو دزدیده و میخواد همه رو فی سبیل الله بالا بکشه. اون وقت من و شما اینجا بغل گنج خودمون خوابیم و زندگیمون بر آب. خب دلیلش اینه که ما کاری از اون ساخته نیست. نه خیر، برای اینکه نمیخوایم مغزمون رو به کار بندازیم. باشه برو اون عکس و از لای اون کتاب درا رو نگاش کن ببین ازش چی میفهم. لای اون کتاب رستم و تواریخ رو میگم. منظورتون این مرتیکی قارتاق عوضیه؟ بله بله، ولی این مرتکه قالتاق عوضی اون مرتکه قالتاق عوضی که منظور نظر توه نیست. منظور من قاطبه است دیگه خانم. بله، ولی اون عکس قاطبه نیست. نیست؟ امکان نداره که عکس قاطبه نباشه. نیست، ولی میتونه باش. تا اونجایی که چشم من میبینه عقل من کار میکنه خر همون خره، منتها پالونش عوض شده. معلوم نیست بازی چه کسی رو پیدا کرده، تیغش زده، نونوار کرده، خودشو سر و لباسی و شیکی پوزی درست کرده. با این حال اون عکس عکس قاطبه نیست. امکان نداره همچی چیزی. اونی که اون بالاست از این محالات خیلی تو کارشه. تو که یک اون با قاطبه هشت و نشت داشتی نتونستی بفهمی. هشت و نشت؟ بنده غلط کردم خانم که با یه آدم هشت و نشت داشتم. باور بفرمایید الان یک مقداری چه قصفته اضافه این تو کشوی میز من مونده که من ازش طلبکارم. همین روزا همشون وصول میشن. من هیچ طلبی نمیخوام به شرطی که ایشون دوباره سراغ من نیاد و منو تیغ نزن. گفتم همین روزا همشون وصول میشن به شرطی که یه خود زرنگ باشی و به خودت بجوری. وقتی که به کمک ما آقای قاطبه جای آقای سالواتور سالواتور رو گرفت اون وقت منظور منو میفهم. شما حتی این اندازه ممکنه محاله؟ خودت داری میبینی که ممکنه. این عکس، عکس آقای سالواتور سالواتوری عاشق سینه چاک و نامزد میلیاردر خانم انور زمانه که همین روزا سر و کلش پیدا میشه. ولی قبل از این که دست این مجنون ایتالیایی به این لیلی تهرونی برسه به کمک ما آقای قاطبه جاشو میگیره. خانم به من اجازه بفرمایید که کتف شما رو ببوسم.